بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نخست گزارشی داریم از نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی در پاریس. از تلاش‌های جهانی برای مبارزه با داعش خواهیم گفت و نگاهی داریم به تلاش آمریکا برای کاستن از تنش‌ها میان مسکو و آنکارا به دنبال سرنگونی یک جت جنگی روسیه توسط ترکیه. در ادامه گزارشی داریم از بخشش 45 میلیارد دلاری خانواده زاکربرگ به مناسبت تولد دخترشان و پایان بخش برنامه امروز ما هم طبق روال گزارش بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه خواهد بود با تازه‌های این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی تحت تدابیر شدید امنیتی و با هدف دستیابی به راه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی و مبارزه با گرمایش زمین هفته گذشته در پاریس آغاز به کار کرد. در این نشست نمایندگان 195 کشور جهان خواهند کوشید ظرف دو هفته به یک پیمان جهانی برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای و محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای زمین به 2 درجه سانتیگراد دست پیدا کنند. آمریکا و چین که بیشتر از نیمی از گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کنند، قول بیشترین مساعدت را دادند. ایران هم از نقش خود گفته و وعده همکاری داده. رهبران کشورهای حاضر در نشست سازمان ملل برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پاریس بر تلاش برای دستیابی به پیمانی برای محدود کردن روند گرمایش زمین تأکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 9 آذر ماه در نشست پاریس گفت آنچه میتواند ما را امیدوار کند این است که ما در آستانه یک نقطه عطف قرار داریم، لحظه‌ای که حاکی از آن است که بالاخره همه مصمم هستیم که کره زمین را نجات دهیم. آقای اوباما گفت در حقیقت همه ملت‌ها اضطرار چالش‌های پیش روی را احساس می‌کنند و این فهم که توان لازم برای انجام دادن کاری در این زمینه وجود دارد در حال افزایش است. رئیس جمهوری آمریکا گفت در مقام رهبر بزرگترین اقتصاد جهان و دومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای به اینجا آمدم که بگویم ایالات متحده آمریکا نه تنها به نقش خود در ایجاد این مشکل اذعان می‌کند، بلکه خود را متعهد و مسئول می‌داند که برای حل این مشکل اقدام کند. رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از دیدگاه‌هایی که اقدام برای جلوگیری از گرمایش زمین را دیر می‌دانند، تصریح کرده است که در این زمینه نباید دیر دست به اقدام زد. سران، رؤسا و مقام‌های دولت‌های نزدیک به 150 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییر اقلیمی موسوم به COP21 تحت تدابیر شدید امنیتی در برج واقع در حومه پاریس حضور دارند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه طی سخنانی در این نشست گفت با توجه به روند گرمایش زمین جهان در نقطه شکست قرار دارد. آقای اولاند با گوش زد کردن خطرات قحطی، مهاجرت‌های عظیم و درگیری‌ها بر سر آب در صورت ادامه روند کنونی گرمایش هوا گفت اهداف هیچ کنفرانس بین‌المللی تا کنون به اهمیت این کنفرانس نبوده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین نیز گفته است که نشست پاریس نقطه شروعی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است. رئیس جمهوری چین گفت آمریکا و چین مصممند که در این زمینه دست به اقدام بزنند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواستار اقدامات هرچه سریع‌تر و عمیق‌تر جامعه جهانی شد تا میزان افزایش گرمای هوای کره زمین تا آخر قرن حاضر از 2 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. بر اساس محاسبات کارشناسان در صورت ادامه روند کنونی گرمایش هوای کره زمین شماری از شهرهای مهم ساحلی چون نیویورک، توکیو و بانکوک بین سالهای 2050 تا آخر قرن حاضر به زیر آب خواهند رفت. هدف از برگزاری کنفرانس COP21 رسیدن به توافق بین المللی بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین است.
در همین حال معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در اجلاس جهانی تغییرات آب و هوایی در پاریس گفت توافق نامه پاریس باید به گونه‌ای باشد که همه کشورها با افتخار به آن ملحق شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت توافق نامه آتی باید ابزار و شتاب لازم برای سیر به سمت اقتصاد کم کربن و مقاوم در برابر تغییرات شدید آب و هوایی را برای همگان و به ویژه کشورهای در حال توسعه اثرگذار برای سرمایه گذاری خارجی به منظور دستیابی به تعدیل و سازگاری در خود جای داده باشد. خانم ابتکار درباره اقدام دولت ایران گفت برای پتانسیل میانگین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سالانه بالغ بر 100 میلیون تن در بازه زمانی 2021 تا 2030 تلاش خواهیم کرد و در سال افق به بالغ بر 200 میلیون تن خواهیم رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته است این حرف که توافق جامعه اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 به رهبر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده سبک و جسارت‌آمیز است. برخی اصولگرایان از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و گفته بودند در توافق هسته‌ای خطوط قرمزی که آیت الله خامنه‌ای ترسیم کرده رعایت نشده و دولت با قبول توافق آن را به رهبر تحمیل کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته است این حرف که توافق جامعه اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 برجام به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده سبک و جسارت آمیز است. از زمان حصول توافق جامعه اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که اوایل تابستان امسال به دست آمد، برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا از این توافق انتقاد کرده و گفته بودند به دلیل اینکه به زعم آنها در این توافق همه خطوط قرمزی که آیت الله خامنه ای ترسیم کرده بود رعایت نشده، دولت با قبول توافق آن را به رهبر ایران تحمیل کرده است. آقای لاریجانی این موضوع را رد کرده و گفته در موضوع هسته‌ای جلسات متعددی در شورای عالی امنیت ملی انجام شد که برخی از آنها در حضور ایشان صورت می‌گرفت. بنابراین نباید عنوان کرد که این موضوع به ایشان تحمیل شده است. در خبر دیگر در ارتباط با برجام، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 10 آذر اعلام کرد پس از گزارش فنی آژانس درباره PMD نشست ویژه شورای حکام در 24 آذر تشکیل و قطعنامه 5 به علاوه 1 در این زمینه بررسی می‌شود. آقای نجفی درباره اظهارات جدید آمانو مبنی بر اینکه گزارش PMD نه سیاه است و نه سفید گفت آژانس می تواند فنی نظر بدهد، اما خیلی از موضوعات مطرح شده در موضوع PMD بیشتر جنبه سیاسی دارد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اینکه گفته شده است که موضوع PMD سیاه و سفید نیست در واقع در اختیار خود آژانس است که آقای آمانو باید در این زمینه توضیح دهد و پاسخگو باشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 29 مهر امسال در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران اعلام کرد اقدام در مورد نوسازی راکتور عراق و معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی تنها زمانی آغاز خواهد شد که آژانس پایان پرونده موضوعات حال و گذشته جنبه‌های نظامی را اعلام کند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شامگاه دوشنبه 9 آذر در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر آژانس به وظایفش عمل کند ایران درباره عراق و مواد غنی شده اقدامات بعدیش را انجام می‌دهد.
آقای لاریجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص برجام و ارتباط پرونده هسته‌ای با مسائل دفاعی و موشکی به کشور گفت برخی کشورها ادعایی را علیه ایران مطرح کردند که ایران در خلال دانش هسته‌ای سراغ تولید سلاح هسته‌ای رفته است که این تنها یک ادعا بود. به همین دلیل از آنها خواستیم تا مستنداتشان را ارائه کنند. مستنداتی که به ما ارائه کردند بسیار ضعیف بود، اما این پرونده بین ایران و آژانس به دلیل مسائل سیاسی در رفت آمد بود تا اینکه در مذاکرات اخیر هسته‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به درستی خواستار تعیین تکلیف این پرونده شد. آقای لاریجانی ارزیابیش از سرنوشت اجرای برجام را مثبت اعلام کرد و گفت البته ایران هم برای اجرا شدن برجام و هم برای اجرا نشدن آن فکر و برنامه دارد. آقای لاریجانی درباره ارتباط بحث نفوذ با توافق اتمی گفت بحث نفوذ چندان به مسئله برجام مربوط نمی شود، بلکه منظور رهبری عمدتاً در حوزه‌های منطقه‌ای و تصمیم‌گیری مسئولان و دستگاه‌ها و شکاف‌ها و اختلافات سیاسی داخلی معطوف بود. غرب در پی تقلیل استراتژی منطقه‌ای ایران است. آنان بدانند اگر غرب می‌توانست نظام را براندازی کند، تا کنون این کار را انجام داده بود. اما آنان توان انجام این کار را ندارند، چون ایران از پشتوانه قوی ملی برخوردار است. آنان به صخره محکم ایران برخورد کرده اند و طبیعتاً به فکر ایجاد مشکل در داخل از طریق افزایش فساد افتادند و یکی از شیوه های آنان وارد کردن شبکه های جاسوسی به داخل ایران است. آقای لاریجانی گفت برخی از مسئولان تحلیل‌های دقیقی از مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ندارند و این خطر در همه بخش‌های کشور قابل مشاهده است. مسئله سوم نیز شکاف‌های داخلی است. اختلاف نظرها نباید به دشمنی تبدیل شود، اما به نظر می‌رسد عده‌ای در صدد تبدیل اختلاف نظرها به دشمنی‌ها و عنادها هستند. در تحول دیگر چین و آمریکا با اعلام حمایت دوباره از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و توافق اتمی با ایران از گسترش و توسعه همکاری‌های خود در جهت تحقق و اجرای کامل موارد آن خبر دادند. تأکید دوباره آمریکا و چین در دیدار شامگاه دوشنبه 9 آذر میان شی جین پینگ و باراک اوباما رئیسان جمهوری چین و آمریکا در حاشیه اجلاس جهانی تحولات اقلیمی سازمان ملل در پاریس صورت گرفته است. بنابر بیانیه‌ای که طرفین در این خصوص منتشر کردند، چین و آمریکا مصمم به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام هستند و در این زمینه همکاری نزدیکتری خواهند داشت. در بیانیه خاطرنشان شده است که دو کشور و طرف‌های دیگر باید تضمین کنند که برجام به درستی اجرا می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس برجام یک سند و توافقنامه بین المللی مهم دانسته شده است که همه دستاندرکاران تهیه آن باید به تعهدات خود پایبندی نشان دهند. نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل متحد در حال آماده کردن پیشنویس قطعنامه‌ای هستند که هدف از آن تلاش بیشتر برای جلوگیری از دسترسی داعش به منابع مالی است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده که این قطعنامه تحکیم بخش تلاش‌های اخیر شورای امنیت در رابطه با مسدود کردن منابع مالی داعش است. این قطعنامه احتمالاً تا کمتر از 3 هفته دیگر ارائه خواهد شد. نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل متحد در حال آماده کردن پیشنویس قطعنامه‌هایی هستند که هدف از آنها تلاش بیشتر برای جلوگیری از دسترسی داعش به منابع مالی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس‌هایی که در حال تهیه است، تجارت نفت و آثار باستانی گروه داعش را هدف قرار می‌دهند. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 10 آذر به خبرنگاران گفت، پیشنویسی که ایالات متحده آماده می‌کند، تحکیم بخش تلاش‌های اخیر شورای امنیت در رابطه با مسدود کردن منابع مالی داعش است.
در بهمن ماه سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را علیه منابع مالی گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره به تصویب رساند که در آن خریداران نفت از این گروه‌ها به تحریم تهدید شدند. قطعنامه تازه‌ای که خانم پاور از آن سخن گفته احتمالاً تا کمتر از 3 هفته دیگر ارائه خواهد شد. در این مدت ایالات متحده ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز جداگانه به خبرنگاران گفت در مورد پیشنویسی برای سفت و سخت کردن مقابله با دسترسی داعش به منابع مالی گفتگوهایی انجام داده است. تازه ترین قطعنامه علیه داعش و دیگر گروه های افراطی در پایان آبان ماه و به پیشنهاد فرانسه تصویب شد. خانم پاور همچنین گفت شاید دور بعدی رایزنی‌های بین‌المللی در سطح وزرا برای یافتن طرح صلحی به منظور پایان مناقشه سوریه در نیویورک برگزار شود. خانم پاور گفت اشتیاق قابل توجهی برای حفظ شتاب جاری به خصوص بحث در این باره که آیا برقراری آتش‌بس‌های محلی به شکلی سریع‌تر ممکن خواهد بود یا نه وجود دارد. خانم پاور همچنین نشست آتی با حضور مخالفان سوری در عربستان سعودی را که انتظار می‌رود در ماه دسامبر برگزار شود حیاتی خواند. عربستان سعودی از 65 چهره مخالف سوری دعوت کرده تا پیش از دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه برای ایجاد اتحاد در مواضع خود بکوشند. جمهوری اسلامی ایران با برنامه نشست مخالفان سوری در ریاض مخالفت کرده بود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه روز دوشنبه 9 آذر گفت این قبیل اقدامات شتاب زده غیر سازنده ارزیابی می شود. آقای امیر عبداللهیان گفت در وین توافق شد که نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با مشورتی فراگیر برای تعیین فهرست معارضان تلاش کند. بنابراین اقدامات خارج از این بیانیه مورد تایید تهران نیست. در همین حال بنابر گزارش‌ها در روز سه‌شنبه 10 آذر دولت سوریه و شورشیان برای پایان درگیری‌ها در شهر حمص به توافق رسیدند. فرماندار حمص گفته است طبق این توافق که از هفته آینده به اجرا در می‌آید نیروهای مخالف دولت سوریه از آخرین منطقه تحت کنترل خود خارج می‌شوند. نزدیک به 2000 نیروی مخالفان طی 2 ماه آینده به تدریج از این شهر خارج خواهند شد. در مقابل نیروهای دولت سوریه گلوله باران این منطقه را متوقف می‌کنند و به محاصره آن پایان می‌دهند. طبق این توافقنامه آتش‌بس میان دو طرف برقرار خواهد شد و طرفین به مبادله زندانیان خواهند پرداخت و نهادهای دولتی بار دیگر در این شهر مستقر خواهند شد. در تحولی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت مداخله روسیه در سوریه توازن قوا را در آن کشور تغییر داده. این موضوع رئیس جمهوری ترکیه را خشمگین کرده و سرنگون کردن جنگنده روسی در همین ارتباط است. آقای اسد که روز سه‌شنبه 10 آذر با شبکه تلویزیونی جمهوری چک گفتگو می‌کرد گفت اگر گروه‌های مسلح مخالف او اسلحه را زمین بگذارند مشمول عفو خواهند شد. وی در این حال تأکید کرده است که گروه‌های حکومت اسلامی یا جبهه النصره به هر حال آماده ترک سلاح و مذاکره با دولت نیستند. رئیس جمهوری سوریه خبر داده که تروریست‌ها در میان پناهجویانی حضور دارند که اخیراً راهی اروپا شدند. جنگ داخلی سوریه بیش از 250 هزار قربانی بر جای گذاشته است. میلیون‌ها شهروند سوری نیز آواره شدند که به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان پناه بردند. اما 5 زندانی سیاسی ایرانی در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به سکوت مسئولان زندان در قبال ضرب و جرح تعدادی از زندانیان سیاسی به دست 2 زندانی دیگر اعتصاب قضا کردند و خواهان انتقال ضاربان از بند زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. 5 زندانی سیاسی زندان رجایی شهر که در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط 2 زندانی با سابقه شرارت در اعتصاب قضا به سر میبرند در بیانیه‌ای اعلام کردند تا زمانی که ضاربان به بند دیگری منتقل نشوند و امنیت این زندانیان سیاسی تأمین نشود به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. منابع خبری گزارش دادند ظهر روز شنبه 7 آذر ماه 2 تن از زندانیان سالن 12 بند 4 زندان رجایی شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سیاسی عقیدتی با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران عیازی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با اعلام اعتصاب قضای نامحدود خواستار انتقال مهاجمان از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. در همین زمینه وبسایت کلمه تصاویر از سعید مدنی و سعید رضوی فقیه را منتشر کرده که آثار بریدگی بر صورت و گردن آنها مشاهده می شود. این وبسایت روز دوشنبه نیز خبر داد که حال سعید رضوی فقیه به دلیل عدم دسترسی به داروهای حیاتی خود نامساعد است. وبسایت کلمه پیش از این اعلام کرده بود که زاربان مورد حمایت مدیریت و حفاظت و اطلاعات زندان رجای شهر هستند و مسئولان زندان برای جلوگیری از حمله به زندانیان سیاسی اقدام بازدارنده انجام ندادند. در سالهای گذشته و به خصوص پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط نگهداری خود و اتفاقاتی نظیر ضرب و شتم از سوی مأموران زندان بارها دست به اعتصاب قضا زدند. زندانیان سیاسی پیش از این بارها اعلام کردند که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها درباره تفکیک زندانیان بر اساس جرائم و اتهاماتشان، زندانیان سیاسی باید با یکدیگر در یک بند باشند. بند 350 زندان اوین و برخی از بندهای زندان رجای شهر پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به بند مخصوص زندانیان سیاسی تبدیل شده است. با این حال پس از بازتاب‌های گسترده ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط زندانبانان و مأموران امنیتی در روز پنجشنبه 28 فروردین 93، تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این بند به ساختمانی که قبلا قرنطینه بند 7 زندان اوین بوده و همچنین زندان رجای شهر منتقل شدند. اما با تشدید جدال لفظی میان رهبران ترکیه و روسیه در پی سرنگونی یک هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 10 آذر ماه از مقام‌های آنکارا خواست که ضمن کاستن از تنش‌ها با روسیه، بربستن مرز خود با سوریه به روی تروریست‌های دولت اسلامی متمرکز شوند تا جریان انتقال پول و ذخایر مورد نیاز این شبکه تروریستی مسدود شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خواست تا از تنش‌های پیش آمده با روسیه بکاهد و مرز خود را با سوریه ببندد تا راه تأمین مالی شبه نظامیان داعش بسته شود. آقای اوباما روز سه‌شنبه 10 آذر ماه در یک نشست خبری در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی پاریس گفت ترکیه در زمینه بستن مرز خود با سوریه مقداری پیشرفت داشته است، اما گروه داعش هنوز از رخنه‌هایی در مرز برای تردد جنگجویان و فروش نفت استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آمریکا گفت باید راه آنها را ببندیم، باید راه پول درآوردن آنها را ببندیم، باید راه ورود جنگجوهای تازه به صفوف آنها را ببندیم، زیرا همانطور که می‌دانید تا الان 10,000 تن از جنگجوهای آنها را از میدان به در کرده ایم. رئیس جمهوری آمریکا در پاریس با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان دیدار کرده و به او گفته است که کار سرکوب داعش باید از سوی همه طرف‌ها تعقیب شود. آقای اوباما گفت ما همه دشمنی واحد داریم و درخواست من این است که تمرکزمان بر این تهدید باشد. وی تصریح کرد ایالات متحده از امنیت ترکیه به عنوان عضوی از پیمان ناتو و همچنین از حق ترکیه برای دفاع از خود حمایت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات سوریه نیز گفت محال است اسد کشور خود را متحد کرده و راه حل سیاسی را رهبری کند. ما خواستار نقشی برای گروه‌های اپوزیسیون میانه‌رو در راه حل بحران سوریه هستیم. وی تاکید کرد میتوان بدون اسد سازمان‌های کشور سوریه را سرپا نگاه داشت و میتوان به موازات جنگ علیه داعش در تلاش برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه پیش رفت. وی گفت درباره آینده اسد در هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه با روسیه اختلاف نظر داریم. پوتین می‌داند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. آقای اوباما تصریح کرد نقش روسیه در حال حاضر بر حمایت از اسد متمرکز است. مسکو باید به ائتلافی که علیه داعش در سوریه می‌جنگد بپیوندد. آقای اوباما گفت که چند هفته حملات هوایی روسیه در منطقه به تغییر قابل توجهی در مناقشه سوریه منجر نشده و زمانی فرا خواهد رسید که آقای پوتین تشخیص خواهد داد که نمی خواهد در منجلاب دیگری فرو رود.
وی تصریح کرد انتظار چرخشی 180 درجه‌ای در استراتژی روسیه در هفته‌های آینده را ندارد، اما در ماه‌های آینده ممکن است تغییری در محاسبات روسیه اتفاق بیفتد. در همین حال در روسیه دولت این کشور مصوبه‌ای را برای اعمال تحریم علیه ترکیه در پاسخ به سرنگونی جنگنده روس توسط آنکارا که هفته گذشته در مرز مشترک ترکیه و سوریه انجام شد تصویب کرده است. این مصوبه که روز سه‌شنبه 10 آذر ماه توسط دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه امضا شده، از تاریخ اول ژانویه واردات مواد غذایی از جمله گوشت طیور، سبزیجات و میوه‌های خشک، یخ‌زده و تازه و میخک را ممنوع کرده است. این مصوبه فعالیت‌های کمیسیون بین دولتی روسیه ترکیه در امور تجارت و همکاری اقتصادی و همچنین تمامی مذاکرات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت دو جانبه را به حالت تعلیق درآورده است. همچنین بر این اساس تعداد مجوزهای سالانه برای سال 2016 جهت حمل محموله ها از طریق زمینی به 2000 عدد کاهش داده شده و احتمالاً تمامی آنها لغو خواهد شد. بر اساس این مصوبه شهروندان ترک که قرارداد کاری یا مدنی آنها قبل از 31 دسامبر 2015 امضا شده، از اول ژانویه 2016 اجازه کار در روسیه را نخواهند داشت. قرارداد دو جانبه در خصوص سفر بدون نیاز به روادید به دو کشور و همچنین پروازهای چارتری میان دو کشور به غیر از مواردی که جهت بازگشت شهروندان روسیه از ترکیه است لغو خواهد شد. همچنین انجمن تورگردانان روسیه اعلام کرده است که برنامه تورهای خود را به ترکیه کاهش خواهد داد. وزارت علوم و آموزش روسیه نیز اعلام کرد که همکاری خود با دانشگاه‌های ترکیه را کاهش خواهد داد و تمامی دانشجویان ترک را در آینده نزدیک از کشور خود اخراج می‌کند. اما در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به بهنام امین، خبرنگار ما در ترکیه، که نگاهی دارد به تحولات هفته گذشته این کشور و منطقه. به نظر نمیرسه روسیه به این سادگی ها دست بردار ماجرای سقوط هواپیماش باشه. بعد از وضع تحریم های اقتصادی بر علیه ترکیه، حالا نوبت به جنگ لفظی رهبران دو کشور رسیده، جنگی که به نظر میرسه نوک پیکان این حملات شخص خود آقای اردوغان هستش. پوتین رئیس جمهور روسیه این هفته گفته بود که هدف ترکیه از سرنگونی جنگنده ما حفاظت از مسیر انتقال نفت و معامله با داعش بوده. مسئله فقط به این ختم نشد. روز بعد روس‌ها گفتن که شخص آقای اردوغان و خانوادش از معامله نفتی با داعش سود زیادی میبرن. اونها حتی عکس‌هایی رو از مسیر تردد و انتقال نفت از سوریه به سمت ترکیه منتشر کردن. در مقابل آقای اردوغان ضمن رد این اتهامات گفته بود که اگر روس‌ها این اتهام رو بتونن ثابت کنن از سمت خودش استعفا میده. روس‌ها اما میگن ترکیه از کرده خودش پشیمان خواهد شد و تنبیه ترکیه تنها محدود به تحریم‌های مواد غذایی نخواهد بود. اما در میدان کشمکش با روسیه که چندان بر وفق مراد ترکیه نبود، آن سوتر ترکیه این هفته در مذاکره با اتحادیه اروپا به نظر میرسه امتیازات مهمی گرفته. بحران پناهجویان و مذاکره بر سر آن باعث شده تا در صورتی که ترکیه در مهار مهاجران غیرقانونی و کنترل مرزهاش با اتحادیه اروپا همکاری مستمری رو داشته باشه، علاوه بر دریافت 3 میلیارد یورو بسته کمکی، جدای از آن از اکتبر سال 2016 شهروندان ترک امکان رفتن به اروپا بدون دریافت ویزا رو خواهند داشت. پس از یک ماه که از حملات هوایی روسیه در سوریه میگذره، بشار اسد رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلویزیونی این حملات رو موفقیت آمیز خوانده. او حضور یک ماه روس‌ها رو بسیار موفق‌تر از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دانسته.
اما از آن سو آلمان هم پس از حوادث تروریستی پاریس این هفته به صف ائتلاف ضد داعش در سوریه پیوست. اگرچه این تصمیم منوط به تایید پارلمان آلمان هست، اما این کشور گفته که 1200 سرباز رو به همراه هواپیمای شناسایی خودش در اختیار ائتلاف جهانی ضد داعش میگذاره. انگلستان هم بالاخره پس از مشاجره و بحث بسیار، پارلمان این کشور عصر چهارشنبه اجازه حضور این کشور در عملیات ضد داعش رو به دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان داد. اما در یمن در نبود یک قدرت مرکزی پایدار و همینطور عدم موفقیت تلاش ده ماهه عربستان و متحدانش، این هفته برای القاعده فرصتی پیش اومد تا برای مدتی شهر جعار رو به تصرف خودش در بیاره. به نوعی الان القاعده در این مناطق قدرت نمایی میکنه. در تعز هم نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان درگیری های پراکنده ای رو با حوثی های شیعی داشتن، اما این درگیری ها به نظر نمیرسه بعد از ده ماه به جز ویرانی بیشتر یمن نتیجه خاصی به همراه داشته باشه. این هفته حضور میلیون ها زائر شیعی در مراسم اربعین امام سوم شیعیان که البته بالغ بر 1.5 میلیون نفر از این زائران ایرانی هستند، علی رغم همه تهدیدات امنیتی و گاه نارضایتی مسئولان عراقی، حرف و حدیث‌های خاص خودش رو در پی داشته. 35,000 نیروی امنیتی عراق در تلاش بودند تا امنیت زائران اربعین رو تامین بکنند. خبرگزاری الفرات نیوز پیشتر گزارش داده بود که نیروهای امنیتی عراق موفق شدند در مسیر زائران عراقی دست کم 18 عروسک که بمبگذاری شده رو کشف و خونسازی بکنن. تصویر هفته به این موضوع اختصاص داره. زاکربرگ و همسرش به مناسبت تولد دخترشان اعلام کردند که 99% از دارایی‌های خود از سهام فیسبوک را که ارزش آن به بیش از 45 میلیارد دلار می‌رسد، صرف امور خیریه می‌کنند. مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک، اعلام کرده است که 99% از سهامش را که حدود 45 میلیارد دلار می شود به امور خیریه اختصاص می دهد. زاکربرگ 31 ساله و همسرش پرسیلا چان همزمان با انتشار خبر تولد دخترشان اعلام کردند که هر دوی آنها مدیریت پروژه‌ای را برای درمان بیماری‌ها، گسترش اینترنت در جهان و ایجاد پیوندهای اجتماعی و برابری بر عهده خواهند گرفت. آقای زاکربرگ این خبر را در نامه‌ای به دخترش مکس روی صفحه فیسبوکش اعلام کرد. آقای زاکربرگ در نامه‌اش به مکس نوشت: مادرت و من هنوز واژه‌ای مناسب برای توصیف امیدی که تو برای آینده به ما می‌دهی را نیافته‌ایم. از حالا دلیلی برای تأمل در جهانی که امیدواریم تو در آن زندگی کنی به دستمان داده‌ای. این نامه نقش مهم فناوری در دستیابی به اهداف این زوج در پیشبرد پتانسیل انسان و برابری را پررنگ می‌کند. آقای زاکربرگ به دخترش نوشته: بسیاری از بزرگترین فرصت‌ها برای نسل تو و دسترسی همگانی به اینترنت ممکن خواهد شد. پیش از زاکربرگ، ثروتمندان دیگری مانند بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و وارن بوفت، سرمایه‌گذار معروف آمریکایی، هم بخش بزرگی از دارایی‌های خود را به امور خیریه اختصاص داده بودند. بر پایه جدیدترین آمار، در آمریکا سالانه بیش از 350 میلیارد دلار صرف امور خیریه می‌شود. قرار است جزئیات بیشتری درباره این اهدا پس از بازگشت خانم و آقای زاکربرگ از مرخصی اعلام شود. آقای زاکربرگ گفته است او پست فعلیش به عنوان مدیر اجرایی فیسبوک را برای سالهای سال حفظ خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه می توانید مهمترین گزارش های هفته را از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقدهای خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما همراه هستم، شاد و تندرست باشید.